مالی ساکی ها اگر قرار آینده کشور رو درست کنیم باید یادمون باشه که از خرافات دین و بیدینی جدا شیم، یعنی هم بیدین ها رو حرفاشون رو گوش نکنیم که هیچی بدبخته ندارن برای گفتن و نه دیندارها رو حرفاشون رو گوش کنیم زیرا که اونها هم بدبخته را طول تاریخ نشون دارن که چیزی ندارن و حکومت ها با ساختن 72 ملت یعنی بیدین و با دین تلاش کردن که بر گرده مناطق سوار بشن و خرد و پیامبر بزرگ بدن ما یعنی عقل را از ما بگیرن و ما را با حمار مساوی قرار بدهند و این فرق توی ریستاتیس بود. اما کسانی که دارن این برنامه را میشنوند کسانی هستن که برنامه صفر روی ساعت دارن گوش میکنن و تازه میخوان وارد برنامه یک بشن. چرا ما این برنامه رو ارائه دادیم؟ برای اینکه کسانی که وارد شنیدن برنامه روی ساعت میشن بعد از 7-8-10 تا برنامه انگار یک مشت بزرگی تو صورتشون خورده میریزن به هم. میفهمی که بطلمیوس و ارسطو با حکومت بودن و کلاه هنگفت گرفتن برای تحریف. میفهمی که زمان شاه کتابای عرفا اهل تصوف سانسور شد، زمان جمهوری اسلامی هم سانسور شد. میفهمی حقانیت ما رو میفهمی چون برای خودت به جای اینکه فکر کنی شاخ در میاری، بعد از چند تا برنامه دیگه ساعت گوش میکنی شاخ در میاری. در این برنامه ابعاد زمان یعنی بعد چهارم تازه میفهمی، در این برنامه بعدهای جهان هستی میفهمی، بعد مرگ رو میفهمی. انقدر این برنامه شما رو به شکم مادرت و به بعد از شکم مادرت و بعد از مردنت میبره که تو تمام رازها برات فاش میشه. باید تحمل کنی، نباید عصبانی بشی. چرا؟ چون باورهای تو رو به صورت کامل همانند یک آنتی ویروس که وارد بدنت میشه ویروس های کثافت درونی تو رو میکشه، به همین خاطر به هم میکشه. در برنامه ریاست میفهمی چرا باید روزه بگیری، چرا نباید بگیری. راه های رسیدن به خدا با پول نیست، این چیزیست که ادیان میتونه بفهمه، یعنی کلاس عرفانی نیست. یعنی من نمیتونم الان برای ریاست کلاس عرفانی درست کنم که تو بری از یه نفر این چیزی یاد بگیری. تعداد دانندگان، دانایان، حکما، فیلسوفان و صوفیان در جهان انقدر کمه که کلاس نمیتونم باقی کنم. پس با کلاس تو نمیتونی عرفان تصوف رو فهمی. در این ریاست میفهمی که عرفان، تصوف، صوفی، فیلسوف همه یک گروه هستند، گروهی هستند که وحدت وجودی هایی هستند که موجودی به نام انسان کامل پیدا کردن. پس راز انسان کامل رو در برنامه ریاست که میری جلو گوش کنی میفهمی. بعد میفهمی که در هر دوره یک انسان وجود داشته، اسم اون انسان کامل بوده و تمام شعرا، عرفا، صوفیان، فیلسوفان، دانایان، خردپیشگان همیشه راجع به این آدم حرف زدن و از چشم و ابرو و گوش و لب و دهان این آدم شعر زدن. سندهایی که ما داریم از بانک جهان شهید کرده.
اگر روی سارت یک باید شما ابتدا از به ترتیب گوشش کنید، دو هر کدومش درست 45 دقیقه 50 دقیقه است و درستی که 30-40 میلیون شنیدن، ولی هر کدوم از این برنامه های روی سارت درسیست از اندیشه های پنهان و نهفته‌ای که از بزرگان جهان هستی بیان شده.